هر حال اونهایی که در بطن فوتبال هستن میدونن که گاهی اوقات یه چیزهایی رقم میخوره که مجزا از اون تفکرات و اون برنامه ریزی هستش که ما انجام داریم. انشالله که به هر حال این خودش یک قدمی باشه که یه مقداری همبستگی ملی ما زیادتر بشه، چون مسئله وقتی که اسم کشورمون پیش میاد، اسم ایران پیش میاد و مسائلی که مربوط به ایران میشه، ما باید تمام چیزهای دیگر رو زیر سایه این اسم و برای بزرگ داشت این اسم در نظر بگیریم و زیر سایه اون اونها رو پنهانش بکنیم. بعد مسائل خودمون حل بکنیم، تبادل نظر، انتقادایی که میخوایم بکنیم. اگر ما انتقاد سازنده داریم، انتقادا رو میتونیم خیلی خصوصی برگزار بکنیم، انتقاد بکنیم و این دلیل بر این نباشه که ما بخوایم همیشه در انتقادات خودمون بگیم که ما بهتر میدونیم و دیگران کمتر از ما میتونن و بخوایم اون عقاید خودمون رو تحمیل بکنیم به کسانی که به هر حال در کار هستن. بله، اشکالات در فدراسیون ما ممکنه خیلی زیاد باشه، عملکردهای فدراسیون ما ممکنه واقعا اونطور که باید شاید مورد نتیجه نباشه و نتیجه که باید گرفته بشه گرفته نشده، ولی خب به هر حال کاری است که شده. الان هم یه همچین امتیازی رو ما به دست آوردیم، حداکثر استفاده رو باید بکنیم و امیدوار هستم که یک مقداری ما به مسائل از دریچه یه چشم ملی و منطقی بیشتر نگاه بکنیم. آقای کلانی، شما خودتون در برنامه‌های مختلفی که با تلویزیون شبکه خبری تلویزیون صدای آمریکا داشتید به بعضی از مسائل در فوتبال ایران اشاره کردید. شما چه نمره‌ای به فوتبال ایران میدید؟ والا در شرایط فعلی نمیشه نمره داد، توجه میکنید. اول من به عنوان یک کارشناس فوتبال صاحب نظر نمیتونم باشم، به علت اینکه هیچ وقت اون طور که باید و شاید عمیق به مسائل فوتبالی توجه نکردم. همیشه در هول و هوشش بودم، یه مقدار مسائل جنبی فوتبال و مسائلی که به هر حال به پایه هستش بهش توجه کردم. مسئله پیشکسوتان بوده، مسئله نمیدونم خود ورزشکاران بوده، مسئله اخلاقیات بوده، مسائل نمیدونم کمیته های مختلفی بوده که به هر حال در فدراسیون تشکیل میشه. اینها همیشه مد نظر من بوده. من مسئله تماشاچیان بوده، مسئله خانوم ها بوده، شرکت خانوم ها بوده، عملکردی که میتونسته شرکت خانوم ها در وسایل در ورزش ما داشته باشه، در استادیوم های ما داشته باشه. خب اینها نظراتی بوده که نظرات شخصی هستش، خیلی ها هم هستش که باهاش مخالف هستن و خب عقاید اونها هم قابل احترام هستش، باید دادم بشنوه. دلیلی نداره که هر چی که من میگم درست باشه یا هر چی که دیگران میگن درست باشه. اینی که یک مقداری به هر حال نظرات باید گفته بشه، از مجموعه نظرات به هر حال صاحب نظران دیگه، فریختگان دیگه بیان و بتونن یه نتیجه گیری بگیرن. چون من فکر میکنم که همه ماها کشورمون رو دوست داریم. هیچ کس نمیتونه مدعی باشه که من کشورمو از دیگری بیشتر دوست دارم، من وطنمو بیشتر از دیگری دوست دارم. هممون هر کاری که میکنیم وقتی اسم وطن هستش، احساساتمون، همه چیزمون تابع اون احساسی است که نسبت به وطن و کشورمون و هموطنانمون داریم. الان حساب بکنید که تیم دختران ما بعد از سالهای سال که بهشون اجازه داده شد که در فعالیت‌های ورزشی به این شکل مثلا ورزش و فوتبال شرکت بکنن، به هر حال یک نتایجی، البته نمیگم نتایج درخشانی اینها گرفتن، ولی نتایج معقولی گرفتن. ما دخترمون بهترین گلزن آسیا شد، یکی از دخترانمون. خب اینها ببینید، اینها افتخاراتی هستش که با تمام عدم امکاناتی که در اختیارشون گذاشتیم ما به دست آوردیم. خب از اینها باید استفاده بکنیم، این امکانو باید بدیم. ما متاسفانه کمتر از خانوم هامون و دخترانمون استفاده میکنیم و این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که به نظر ما در کشورمون داریم و داریم همینجوری اینو گاهی وقتا به قول معروف گسترشش میدیم، گاهی وقتا نقضش میکنیم. به هر حال دختران ما مادران و تربیت کنندگان نسل های آینده ما هستند، کسانی هستند که اثرگذار شدیدی در نحوه تربیتی و آینده سازی مملکت ما دارند. آقای کلانی، اشاره کنم که گفته شما در مورد بهترین گلزن آسیا در واقع خانم گلی رقابت های زیر 19 سال باید باشه که تنین نراقی، دختر هادی نراقی، بیشترین گل به ثمر رسوند. اما به نظر شما چرا برخی از همین پیشکسوت ها، هم ردیفان شما، هم دورهای شما و رسانه های ورزشی سعی میکنن که این عنوانی که به حال فدراسیون ایران به دست آورده برای دومین بار آقای کفاشین در طی این 5 سال، این عنوان رو کم اهمیت جلوه بدن و الان صحبت از استیضاح هست، تشکیل مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال هست، اینکه آیا با رفتن کفاشین فوتبال ایران پیشرفت میکنه؟ نظر شما چیه؟
والا شما حساب بکنید از تقریبا در کشور ما هیچ وقت در طول تاریخ فوتبالش اگر یک رئیس فدراسیونی رفته رئیس فدراسیون بعدی که اومده خیلی نتونسته مثمر ثمر باشه و کارهای غیرعادی انجام بده. یک روالی بوده، اونها هم بعد با شامل انتقادات شامل به قول معروف از نظر ماها کمکاری ها شدن و بعد دوباره جاشون رو به یکی دیگه دادن. البته هر کدوم از کسانی که اومدن و مسئولیتی رو قبول کردن ما باید قبول بکنیم که هیچ کس وقتی که یک مسئولیتی رو قبول میکنه دلش نمیخواد در مسئولیتش کار کمی انجام بده، کمکاری بکنه و اشتباه بکنه، ولی خب به هر حال کار کردن اشتباه داره. شما اگه دیکته نگید هیچ وقت غلط نمیکنید، وقتی دیکته میبینید به هر حال تو دیکته ممکنه غلط هم بکنید. نهایتاً هر کسی که میاد هر کاری بکنه دلیل بر این نیستش که خواسته کارو ناقص و نافرجام انجام بده. مضاف هم بر این که به هر حال کسانی که میان در رأس کاری قرار میگیرن به یک عده اطمینان دارن، به یک عده مورد اطمینانشون هستش و به اونها مجبورن با اونها کار بکنن. دلیلی نداره که حتما کسانی رو که نمیشناسن و به خصوصیاتشون وارد نیستن اعتماد بکنن و اونها رو هم جایگزین کنن. البته خب کم و بیش پیش میاد. به هر حال به نظر من انتقاد میبایستی اول از اون خیلی جنبه خصوصی داشته باشه. اگر اینو ما مطبوعاتیش بکنیم، گسترشش بدیم، حواشی زیادی در کنارش به وجود خواهد اومد. نهایتاً انتقاد کننده وقتی که ببینه که در جاهای عمومی ازش انتقاد میشه گارد میگیره در مقابل کسی که ازش انتقاد میکنه و حتی اصلا فکر نمیکنه که ببینه آیا این انتقاد کجاش درست کجاش غلط هستش. به همین دلیل هستش که ما این مشکلات فعلا باهاش درگیر هستیم و بعدش هم ما پیشکسوتان و اصولا دوستان قدیمی من که یک مقداری به هر حال مشکل داریم در مورد برخورد با مسائلی که الان در فوتبال مملکتمون اتفاق میفته چند تا جنبه داره. یکی این که ما با باورهای اون موقعمون در شرایط فعلی قضاوت میکنیم و با اون باورها تمام مسائل رو میسنجیم و این به نظر من یک مقداری منصفانه نیستش، برای اینکه شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی تمام اینها متفاوت هستش با زمانی که ماها به هر حال بازی میکردیم یا چند نسل بعد از ما بازی میکردیم. آقای کلانی ببخشید، میدونی کلمتون به حال شما به عنوان پیشکسوت میدونم که پایگزار اون اتحادیه و سندیکای بازیکنان بودید که حالا شکل گرفته، واقعا جایگاه پیشکسوتان و انجمن یا اتحادیه بازیکنان فوتبال ایران در فوتبال کجا هست و الان اختلافات رو میبینیم بین مثلا باشگاه پرسپولیس با فدراسیون فوتبال، باشگاه پرسپولیس با ملوان، سرپرستا برای هم نامه های زیاد خوبی نمینویسن و در رسانه های اختلافات داره دامن زده میشه. واقعا اتحادیه یا پیشکسوتان، انجمن، سندیکاست، هر چی که اسمش هست، واقعا جایگاهش کجاست؟ من اول یه چیز دیگری خدمت شما جناب عمادی عرض بکنم و اون این هستش که به گفته یکی از دوستان عزیز من آقای کاشانی وقتی که در کشور ما جایگاه ورزش مشخص نیستش ما نمیتونیم جایگاه جزئیات اون رو مشخص بکنیم. ببینید ما وقتی که ورزشمون جایگاهش مشخص نیستش که در مملکت ما چه کار باید بکنه، مانیفیستش چی هستش، اصل و اصولش چی هست، فقط دلمون به این خوشه که در تورنمنت‌های شرکت بکنیم و قهرمانی به دست بیاریم و یک به قول معروف شادی کاذبی رو در یک مقطع خیلی محدودی برای مردممون به وجود بیاریم، اما این استمرار نداره. نهایتاً در زمینه‌های دیگه مثل مسئله پیشکسوتان، مثل مسئله سندیکا، مثل مسائل زیرساخت ها، ببینید ما الان یک زیرساخت درستی در کشورمون نداریم. بله بحث از این هستش که زمین های خاکی از بین رفته، اما خب همیشه با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت دنیا که نمیشه بازم زمین خاکی باشه. اون زمین خاکی میتونه تبدیل بشه به یک زمینی که دارای چمن مصنوعی یا چمن هست. به هر حال امکانات رو باید به وجود آورد. خب ما این امکانات نداریم. کلاس های آموزشیمون کلاس های درستی نیستش که روی اصول انجام بده. خب نهایتا میایم مسئله پیشکسوتامون هیچ جایگاهی ندارن. از نظری که تأمین باشن. ما خیلی از پیشکسوتامون هستن که با سیلی دارن سیرت خودشون رو سرخ نگه میدارن. این پیشکسوتان ما میبایستی جایگاهی داشته باشن، از بازنشستگی استفاده بکنن. این همه هزینه هایی که در فوتبال مملکت ما یا در سایر ورزش های مملکت ما میشه هیچ کدوم از اینها نصیب و نتیجه برای پیشکسوتانی که سالها زحمت کشیدن و پایه ها و اساس مسائل
فعلی رو به وجود آوردن نیست. به همین دلیل خب بنده وقتی که به عنوان یک پیشکسوتی شرایط فعلی رو میبینم، بعد دخل و تصرف ها، خرج و مسائل دیگه یه مالی و اقتصادی رو میبینم و بعد با زندگی خودم مقایسه میکنم، من نوعی البته دارم عرض میکنم خدمتتون، نهایتا ناخودآگاه یه حالت عصبانیت و یه حالت بغضی منو میگیره و نهایتا بدونی که تفکر آنچنانی بکنم، بدونی که مسائل رو بررسی بکنم، خب انتقاد میکنم و این انتقاد از خودم هم انتقاد میکنم و دوستم هم انتقاد میکنم و شرایطی به وجود میادم که تمام اون معنویاتی که ما دنبالش هستیم، تمام اون احترامات، تمام اون مسائلی که به هر حال در ورزش ما بهش معتقد هستیم زیر پا میذاریم. ما چرا باید رفقامون، پیشکسوتامون بیان نسبت به همدیگه خورده بگیرن؟ چرا باید نسبت به بازیکنامون خورده بگیریم؟ مسئله سندیکا الان مدت هاست به قول معروف انتخاباتی انجام شده، اما آیا اصلا از عملکرد این سندیکایی که نزدیک به 5-6 ماه از افتتاحش و از شروعش گذشته چیزیشو برای مردم بازگو کردن، گفتن که چه کار کرده، چی شده، آیا اساسنامه‌اش به کجا رسیده، اصلا هدفشون، اساسنامه اصلیشون چی هست، برای چی به وجودش آوردن، آیا اصلا نقشی پیشکسوتان و فرهیختگان ورزشی که ما داریم در این سندیکا، حتی این سندیکای به قول معروف فوتبال ما جایی دارن؟ خب ندارن. خب وقتی اینا نداشته باشن شما چطور توقع دارید که مثلا در سایر مسائلی که به فدراسیون مربوط هستش، نمیدونم به اتحادیه فوتبال مربوط هستش، به لیگ‌ها مربوط هستش، به زیرسازی‌های فوتبال مربوط هست، بیان از پیشکسوت‌ها استفاده بکنن، از پیشکسوتانی که میتونن به عنوان متفکرین بیان کار بکنن، افکار خودشونو، برنامه‌های خودشونو، اون چیزها رو ارائه بدن، نه اینکه بعد میفهمیدی. من یه سوالی دارم از خدمتون آقای کلانی، عذر میخوام این وقفه ایجاد شد، فرصت خیلی اندک هست، کمتر از 30 ثانیه، بحث خیلی زیاد هست، اما من به عنوان سوال پایانی نظر شما رو میخوام. آیا فکر میکنید که ایران به جام جهانی صعود میکنه؟ اگه امکانش هست در 20 ثانیه خلاصه کنید. من آرزوم این هستش که ایران به جام جهانی صعود بکنه، با اینکه من معتقد هستم شرکت در جام جهانی از نظر تجربه ورزشی نقشی برای ما نمیتونه داشته باشه، بلکه یه تورنمنتی هستش که میریم اونجا و شرکت میکنیم و میبینیم و لذت میبریم، اما برای بچه‌های ما، برای جوانای ما، برای اینکه بتونن بعداً به لیگ‌های خارجی بدن و از تجاربی که در اون لیگ ها به دست میارن بعدن برگردن، همونطور که خیلی از لژیونرهای ما که الان برگشتن اینها اثرگذار الان شدن در فوتبال کشور ما، این نتیجه رو خواهد داشت. امیدوار هستم که تیم ایران به جام جهانی بره. متشکرم. حسین کلانی، پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس که از شهر لس آنجلس ما همراه بود، متشکرم از شما بینندگان عزیز که ما رو همراه کردید. تندرست و سرفراز بشید.